الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلقه محمد سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك له الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم خانواده شريف و مسلمان افغانستان خواران برادران گران قدر جوانان نازنین هم از دختر و پسر در سر و سر جهان و افغانستان السلام علیکم و رحمت الله و برکاته امروز روز دوشنبه 16 همه دسامبر 2019 میلادی است و ما فرید یونس گرداننده و تایه دکتر یونس شو از تلویزیون جهانی امید 24 در خدمت شماستم و ای برنامه از کانادا پخش میشه و در ایالت کالیفرنیا ثبت میشه و قبلا پیش از که بخش ثبت میشه یعنی پری ریکوردنگ است یکی از دوستا پرسان کرده بود که لایف نیست برنامه دکتر یونس شو خوش هستم که یک نیم ساعت یا چل دقیقه دیگه با شما هستم امروز نظر به تقاضای چند تا از برادرای محترم در مورد تیتسو نکموره دکتر ژاپنی که در افغانستان کشته شد و همچنان حلیم تنویر یک فاشیست من نامش افغان نیمونم برای که افغان ها نباید فاشیست باشن که یک غوغار برپا کرد در آلمان در شهر کل و همچنان اوراق واشنگتن که پخش شد سر سرش صحبت میکنیم اول از همه از برنامه هفته گذشته که در مورد مرحوم استاد سبودین کشککی ما صحبت کردم و ما یک دفعه یکی از خدمتگاران واقعی کشور کوشش میکنم پیدا کنم که و به شما معرفی کنم ما از همگی تشکر میکنم بسیار زیاد برنامه استقبال شد برازی که و جایش بود که ما باید که از مرحوم استاد کشککی مرحوم آه, یاد می کردیم و ما تشکر می از تمام خواران و برادران که در فیسبوک و همچنین تلفن کردن و از برنامه استقبال کردن اول می سر اخبار واشنگتن قسم که شما خبر دارین دفته دا هفته گذشته واشنگتن پست یک سلسله مطالبی را در مورد افغانستان گزارش داد که یعنی که دولت مردان امریکا و کسانی که در رس کار هستند و این وزارت دفاع و خارجه و هر کسی کس اینا در مسائل افغانستان دروغ گفتن و به مردم دروغ گفتن و باز چیزهای برامده که یعنی یک تیداد مردم شاک کرده مرا شاک, مرا شاک نکردی موضوع ما که موضوع واشنگتن دی سی را خواندم امریکا با تمام قوات نظامی و, و سیاسی اقتصادی تکنولوژی و اینایی که داره متاسفانه دولت امریکا که سرمایه دارای بزرگ ایره کمک میکنن و تپالوی از او کمپانی های و شرکت های بزرگ در امریکا دولت خود کمک میکنن و یکی از شرکت های بسیار بزرگی که در امریکا یعنی مستقیم و غیر مستقیم از دولت و از کارهای دولت مایه میکنن میدیا و یا رسانه های مدبوطی امریکاست این کسان میفهمن که درست در امریکا درس خواندن مسائل امریکا را بسیار عمیق مطالعه کردن تاریخ امریکا را مطالعه کردن امریکا حتی در مسئله بر 200 سال حتی در مورد تاریخ خود به مردم خود دروغ گفتند و وقتی کتاب اه, کتاب اه, زن هاورد زن A People's History of United States اه, A People's History of United States ای که در سال و 80 بر آمد بسیاری مردم بسیاری چی که تمام مردم آمریکا واقعیت های تاریخ خود درست نمیفهمیدند و تاریخ به نفع یک گروه که سر قدرت بود نشد مثل دیگه کشورها مثل در... یعنی امریکا فرشته نیست امریکا یک کشور است و یک کشور است که منافع خود میسنجد. امریکا کشور است که بخاطر اه... نگاه کردن قدرت خود در, در من در, در اکناف, اکناف جا... اطراف و اکناف جهان ام... کودتا میکنه. مثل که در ایران کودتا کردن ام... و از این گفت امریکا بسیار زیاد است بهترین مثال که بر شما کل شما زنده بودین و زنده هستین. خبر دارین "وپن آف ماس درکس در مورد عراق ایراک اشغال کردن و "وپن آف ماس یا صلاح تخریبی همه گیش یک مسئله دروغ بود که اینا به مردم گفتن اما بزرگترین دروغی که دو ست سال مردم فریب خورده بودن در مسائل تاریخ امریکا دا خود در, مسئله خود تاریخ امریکا بود مثل که در, در دیگر تاریخ منافع منافع قدرت ها نوشته کردن و دروغ گفتن و پسان پسان که اله خصوصا مثلا در افغانستان که مسائل بسیار زیاد آزادانه بحث میشه تا جایی که میشه یعنی در افغانستان که همه چیز آزادانه بگوین و در همه کشورهای از این پا هست یعنی یک چیز اما چرا این شاک است؟ از خاطر از که مردم فکر میکنن که امریکا یک مملکت دموکراتیک است و, دولتش و, مردم به یکی دیگه دروغ نمیگن برای از اینکه دیجه مدبوعات آزاد است سروی هایی که از, از مدبوعات در امریکا به نشر رسیده و ما ایره در کتاب که در 2008 نوشته کردم از دموکراتیک در کتاب دموکراتیک امپریالزم که من نوشته کردم در اون کتاب من در یک سروی یافتم که که رو چاپ کردم که اکثریت تام مردم امریکا میگن که مدبوعات امریکا یک مدبوعات مغرزانه و یک مدبوعات بایس یعنی مغرزانه است و حقیقتها را نمیگن و این هم این من باز کتاب های دیگر در مورد امریکا بر شما که اینجا چاپ شده Confessions of an Economic Hitman "Confession of Economic Hitman شما بخواین که چی گفتهای اینا افشا کردن Dark Ages America uh, Dark Ages America ای از موریس برمن است و یا کلش کتاب های باز عجیب است کتاب های بست سلر یعنی زیادترین فروش شده ای کتاب ها Confessions of Economic Hitman از جان پرکنس کتاب تاریخ از هاورد زن A People's History of United States هاورد زن و مایکل مور Stupid White Man uh, Stupid White Man یعنی از این کتاب ها ما دانه دیگه شده اوورثرو کتاب از نام اوورثرو که چطور امریکا وقتی که منافعش در خطر میفته در یک منطقه امو امو کشور از پای مندازم مثل که طالبان انداختن از پای و این مسئله تروریزم اینا یک یک بسیار کلان شد و را از پای انداختن این به طرف داری طالبان نیست این به مسئله است که پلیسی ای امریکا اینا متراس اینا متراس لذا اوراق واشنگتن پیش ما یک چیز شاک بود و نه نه از این بسیار عجیب و غریب برای ما بود بعضی که در امریکا از این گپا بسیار زیاد شده مسئله یک یک کرده بودن در مسئله شاگردان در که چقدر شاگردان آمریکایی در مسئله فلسطین میفهمند اکثریت تام های آمریکایی که در مسئله دانشگاه درس میخوانند این نمیفهمند که فلسطین یک کشور اشغالی است و اشغال شده توسط اسرائیل اینا میره شاگرد های آمریکایی اما که حتی مستری گرفته نمیفهمن ولی که میدیا با همکاری دولت در امریکا قسم کار میکنه که اون اون چیزی را که میدیا میگه مردم اون رو قبول میکنن میدیا یک نقش بسیار عمده داره در امریکا یا, یا باید بگویم بسیار یک نقش عمده داره و این کتاب ها مش نمونه خروار من بر شما نشاندم که گفا در امریکا راست نیست کسایی که در امریکا زندگی کردن و درس خواندن و مسائل امریکا رو درست تعقیب میکنن مولدان بین افغان هم هستن که نه منافع خودشان جیدن و اوجا رفتن با پولای بسیار هنگفت در اوجا کار کردن و اینا به اصلاح به افغانی دانپراو شدن وقتی دان دانپراو شدن اینا نمیتونن که حقایق خودشان بگوین و بلزیگی بسیارشان امضا کردن و رقار امضا کردن که وقتی در افغانستان کار میکنن چی را بگوین چی را نگوین و از این قبیل و امریکا کشور است که فکر میکنه که اه اه شما در یک جایی که پول مصرف کنین میتونین که پالیسی هایتون رو در موجه منه منه پایان کنین و, و از این ای کپا در امریکا هست و در آیندام میشه در قسمت عراق دروغ گفتن در قسمت ویتنام دروغ گفتن که شست هزار نفر اسکر امریکایی کشته شد در قسمت افغانستان دروغ گفتن در قسمت ایران دروغ گفتن و این بود پسان پسان یک وقت مبراید مثلا پنج سال بعد شش سال بعد ده سال بعد و بالاخره مبراید بود با نامشم آزادی مدبوعات میمونن دیگه از اون خاطر ای یک موضوع بسیار فامیده شده است یک ای موضوع این است که بسیار یک موضوع شاک کننده باشه و و متاسفانه این می این متر اس چرا کلگی نمیتونن که آزادانه صحبت کنن برای از اینکه ما یک مردم هستیم که به می مسئله لویالتی و وفاداری و ترا به قوم و به یک شخص و اینا کلان شده مثلا در اینجا مثلا ما که پلیسای امریکا رو سابق انتقاد میکنم بود بر ما زنگ میزدن یا مثلا آلا در فیسبوک نشن برادر قدر که امریکا بدت میه چرا امریکا بد منم ما منعیس اشخاص آزاد در یک مطبوعات آزاد مجبور هستیم این واقعات ها را بویم مثلا یک, یک دانشمند بسیار بزرگ امریکاست که بسیار قوی یک آدم است به نام نوم چامسکی او بسیار خودش هم یهود است اما بسیار شدید مخالف پالیسی های اسرائیل است اون که از چیز نمی کنه اینی چرا امریکا را پالیسی هایش نقص میکنه ما که می منعیس یک آدم عادی و نه مشهور نه اید نه اید. می که یک چیز بگویم فورا سر ما خود افغان ها عملا می که بیادن امریکا که خوش می خیلی اکچرا دی دیموکراسی ششتی و دیموکراسی رو بیناموس میگی و خیلی اکچرا دیموکراسی ششتی و موضوع, موضوع عزیزه که حالا ما هم عقد داریم که آزادانه صحبت کنیم یا نداریم یا تنها خود یک چهار تا امریکایی حق داره صحبت کنه او را کتابش هم میخری دیویدیش هم میبینی یوتیوب کلش و تحسین که نه ولای نه گفت اما یک افغان که عقایق میگن اون فورا در سر سرش میکوبن کمیام یکی از پالیسی های امپریالیستی است که خودشان وقتی که میخوان یک حقیقت بگن دتس اوکی okay. اما یک مهاجر مثل ما که میاد عقایق میگه او باز از طرف خود مردمش اون قسم پش میکنن که از طرف خود مردمش توهینش شو و اهانت و آلا اساس تا مردم فهمیدن که ما می می که میگفتن دیموکراسی به ناموس آلا اساس مردم فهمیدن که ما چی میگفتم آمدیم سر مسئله مساله دوم تیتسو نکمورا که در افغانستان به قتل رسید توسط اشخاص ناشناس اونتا انتحاری شد خب انتحاری را کی میکنه انتحاری طالبان میکنن این که اه... کس ادعا نکرد که کی کشته ای یک بحث بلکل جداگانه است اما اما این بزرگترین بدنامی رو بر طالب... انتحار... انتحار... کار انتحاری کار طالب هست طالب با... مثل که عربستان سعودی به پیشرفت و ترا ایچ علاقه مندی ندارن. یعنی عربستان سعودی شما در تعمیرهای بزرگ که در جده و در ریاض و در اینا میبینین بازی نخورین عربستان سعودی از نگاه ریسرچ با تمام پول که داره از نگاه ریسرچ چرا ما جمپ کردم به عربستان سعودی باز اینکه عربستان سعودی و قطر و کویت و بدبالا اینا همی طالبا رو سپورت میکنن و طال امی قصه تیتسو نکامورا که اه یک دکتر ژاپنی بود ای یعنی لایان حل مونده که کی را کشت خود طالبا کشتنش باز با پیشرفت اعتقاد ندارن طالبا به با با تاریخ اعتقاد ندارن مثل که مجسم های بزرگ بوداره از بین بردن طالبا یک برند خمیر شده وهابی با افکار دیوبندی هند و و خود پشتونیزم که به زنها هیچ اقنه نمیتن و دگه و دیگه و برازی که واضحتر بگویم مثلا یک زن در افغانستان در اقوام اوجه شوش میموره او را فورا میگرن به برادرش نکام میکنن بدون از که از زن پرسان کرده باشن که خلاف شریعت است و اونا به هیچ چیز عقیده ندارن و وقتی که آقای کرزای و آقای اح... اشرفغنی اینا اکثریت اینا را از زندان ها ایلا کردن بخاطر از اینکه اینا طالبو برادران ما هستند این حالت در افغانستان هست بل از اینکه ما یک موقف بسیار جدی وقتی که امریکای ها رفتن در افغانستان و آقای کرزای بردن در قدرت نشاندن و پسانش آقای اشرفغنی در قدرت رسوند این را خود من خود نمیگم کل دنیا میفهمه که اینا با, با قوت امریکا با قدرت با قدرت رسیدن و ای اینا رفتن ای طالبا یا را از زندان ها ایلا کردن به که طالبا را معلوم درست کتیش بشنن و گپ بزنن و یا درست سرکوبشان کنن نتانستن هم کردن یعنی نخواستن که بکنن نخواستن که بکنن اگر شما فکر کنید مثلا نمی سرکوبی هایی که مرحوم سردار داود کرد تا وقتی که ملا و اینا بلوا کردن در ایرات و قندار و دیگه و جه تو سرکوبشان کرد چرا باز اینکه قدرت عسکری بسیار قوی بود و و اینا نتونستن که در مقابلش مبارزه کنند اگر در وقت هم این گپا بود یک مسئله انتحاری نبود بازی که انتحاری یکی از مسائل اخیر قرن بیست است که او دکتر یوسف قرداوی که یک, یک،, از علمای تسنن خاور میانه است این می انتحاری را یک فتوا داده بود که مردم فلسطین باید که به خاطر آزادی و حقوق خود باید, باید کاره بکنن با کمال رشخندی که بزرگ آقای حکمتیار هم استشهادی خواند مگلغت بود کل نو تا یعنی تایید و لذا ای کار توسط طالب صورت گرفته برای ازی که هر گونه پیشرفت در افغانستان برای بر منافع افغانستان در در دوران طالبان بالکل استاد شده بود و و آلیا ممنون است یعنی یعنی یک مردم مثلا که گفته ام یکی از رساله بزرگ که توسط جناب بشیر احمد استاد بشیر احمد انصاری چاپ شد به نام ده طالبان خوارج قرن بیست و هستن خوارج قرن بیست و و هستن و اینا به هیچ چیز اعتقاد ندارن مگر به اون, اون چیزی که خودشان اعتقاد دارن و یا باید که به با نمو شما یعنی گردن نهین قبول کنین یا این امی آلت در افغانستان است اما من دا جایی که مسائل مطالعه کردم تیسیو نکمورا که سی سال در افغانستان کار کرد و آبی... مسائل آبیاری و آب و دگه و دگه و, دیگه و, دیگه و را کلش از این که شما خبر دارین در افغانستان آورد اینا به خطر رساندن ولی از که اون از امو پروژه ها در دگه اکناف اطناف افغانستان توسع پیدا میکرد و بالاخره افغانستان اگر افغانستان شگوفان میشد اما اما نمیخواین که افغانستان پیشرفت کنه و هیچ وقت نخواستن که افغانستان پیشرفت کنه یعنی واقعا از ماست که بر ماست مردم افغانستان خودشان نمیخوان که پیشرفت کنن که تغییر کنن و امروز طالبان هم یک بانه بسیار خوبتر است ولی اونا چون که در رأس کار میخوان قرار داشته باشن نمیخواین که افغانستان تغییر کنه دیگه مسئله نکمورا یک موضوع یعنی تلخ تاریخ افغانستان است یک موضوع بسیار شرمنده تاریخ افغانستان است که نه در اسلام است که قتل ازی نه قتل ازی یک مسئله نمیفهم سیاست است برای از جاپانیا بعد از جنگ اومی دوم پای خود از سیاست جنگ و جنگ و ترا کشیدن دگه یک شرم تاریخ است و نه یک افغانیت است برای که میلمستیا یا یا میمون نوازی در افغانستان بسیار زیاد قوی است و امیرام اینا زیر پای موندن میریم به وقفه کوتاه پس در خدمت شما هستیم تشکر با سلام مجدد امروز روز دوشنبه 16 ماه دسامبر 2019 میلادی است و شما برنامه دکتر یونس شو از تلویزیون جهانی امید 24 تماشا میکنین و یک 15 20 دقیقه دیگه همراه شما هستم از همراهی شما تشکر میکنم یک سوالی که پیش از وقفه به شما جوابش نگفتم که چرا عربستان سعودی طالبا و گروه طالبا و اینا را امایه و پشتیبانی میکنه و از عربستان سعودی به می مفکوره است که یگانه رایی که بتونه که کشورهای مسلمان در تسلط خود بیاره از طریق اندیشه فکری وهابیگری یا وهابیزم است باز باز که وابیت وحاب... هیچ وجود نداره وابیت خوب شدید وجود داره اما نمیخوان که اعتراف کنن که وابیات وجود نداره و اونا خو نمیدونن که از نگاه اقتصادی و از نگاه فرهنگی و از نگاه از پا اخت... و نا یک پا تکنولوژی تکنولوژی اونا یک کشور در دت... زیر یو خود برن پس بهترین راش از نگاه یک کشور غریب و بیچاره و فقیر مسلمان مثل افغانستان از طریق وحابیگری ما یک مقاله نشته کردم در وبسایت ما مس و مقاله در سطح جانی پخ شد به نام افغانستان لیتمس تست آف دموکراسی عربستان سعودی اینطور اعتقاد داره که آیا که دموکراسی براستی و مردمی نه دموکراسی قومی دموکراسی سرمایه دموکراسی کمونیستی دموکراسی که کرسی مردم از طرف مردم بر مردم است و در مردم زن و مرد شامل است تمام اقوام شامل است این دموکراسی براستی است که در افغانستان هم نیست در دیگر, دا دیگر نقاط, نقاط, جهان هم نیست اگر که یک دموکراسی براستی در افغانستان موفق میشه و همونطور که مبارزات آزادی خواهی مرحوم الازت امان الله باعث به وجود آوردن مبارزات هند شد برای که افغانستان در 19 آزادی خود گرفت هند 1947 و همونطور که مبارزات مجاهدین افغانستان علیه اتحاد جمهوری سوسیالیستی شوروی باعث از, پا، از پایانداختن شوروی شد این همونطور یک, یک 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 نظام دموکراسی واقعی دموکراسی یعنی مردم سالاری واقعی کو در او زن و مرد مسئلهش مطرح نیست قوم مطرح نیست نجات مطرح نیست زبان مطرح نیست مردم در رأس کار هستند عربستان سعودی میفهمه که اگر اطور یک،, 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 یک نظام در افغانستان جایگزین میشه و نمو میکنه خودش و تمام کشورهای خلیج آستاستا آستا از بین میرن از این مخلص که اینا طالبان سپورت میکنن که نمیتونی یک نظام در افغانستان روی کار نبیه و بهترین رای که اینا گرفتن طالبا هیچ کدام طالب شما از خود پرسنگ این طالبا از کجا میکنن مقدر سر ام پوله از کجا میکنن طالبا پاکستان برشن میده پاکستان خودش نان خوردن نداره کنمی عربستان سعودی و کویت و بحرین و قطر و این همین کشورهای خلیج است که پول میتن موتر و سلام میتن و انال و دیگه دیگه. ایناله یک مسلس گناه است مسلس گناه این مسلس گناه بین ایالات متحده امریکا عربستان و سعودی و پاکستان است عربستان سعودی که پاکستان و ایالات متحده آمریکا سلام عربستان سعودی پول میتا و پاکستان رو به کمک طالبا در عمل پیاده میکنن و من این مسلس گناه در یکی از مقالات خود نوشته کردیم یکی از نیست که میره آل گفته باشم مسلس گناه رو من نوشته کردیم و این قتل تیتسو نکامورا از ژاپن ای تنها قتل یک نفر نیست این نشاندهنده دهنده خطر بسیار بزرگ است که هیچ نوع پیشرفت و هیچ نوع اقدام برای بر آبادی افغانستان نباید که روی دست گرفته شود چرا؟ بعضی که این روی دست گرفته میشه تمام کشورهای خلیج از بین میره این نقطه بسیار مهم است مثل ناکامورا درست است که ناکامورا خدمت کرد و روحش شاد باشه و اینا باز وقت فورا یک, انتقاد میکنن که او بدری خو کافر بود در انسان انسان است ما پیش من کافر رو شخصا کافر رو یهود و, و نصارا و مسلمان نداره هر کسی که خدمت میکنه نظر به نص قرآن هر کسی که خدمت میکنه او را عجش خداوند میده و هزاران نه هزاران نفر شهید شد و مثال جالب است که وقتی که نکمورا حملات انتعار، انتحاری شد چهار نفر افغان بیچارم کشته شد اما دولت افغانستان هیچ از او افغان ها یاد نکرد تنها از نکمورا درست است که نکمورا بسیار خدمت کرد اما اما از افغانان باید که یاد می از اینکه ما از خودکش بیگانه پرست هستیم از خودکش بیگانه پرست هستیم و واقعا یک حادثه تلخ تاریخ بود یک حادثه شرماور بر تاریخ افغانستان بود بر مردم افغانستان بود که یک, یک،, حادثه شد و یک مرد بیگانه را که عمر خود در رای آبادی افغانستان مصرف کرد و چقدر خدمت کرد در مسئله آبیاری و و ای گپا و سرسب ساخت همون منطقه که بکل یک دشت بود و نه میمونوازی مانده من ایجا و نه ملمستی و نه برادر هیچ چیز نماند بر افغانستان اما مثل ناکامورا معلوم دار بسیار دگر, دگر افغان خود ما و حتی خارجی های در افغانستان کشته شدن اونام جان خود دادن خانواده بی سر پرست مونده دیگه دیگه و که هم باید گفته شاید ما یگان چیز بسیار گفتی خود آمریکا بلو اپ میکنیم بسیار و... کلان میکنیم یگان تو دیگه هیچ 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 هیچ, هیچ... هیچ نمیخوایم یاد کنیم اما این سره حلیم تنویر که یکی از سیاستمداران فاشیست است. من نامش افغان نمیگم برای از که افغان نباید فاشیست باشه هر کسی که اول فاشیزم باید بفهمین کسایی که نمیفه فاشیزم که زیاتر در وقت موسولینی در ایتالیا و هتلر در آلمان ارزندام کرد ایست که نژاد نجاد ما قوم ما اما, اما چیز ما بیتر است دگاه, دگاه کل کلگیش نگاه هیچ هیچ ارزش ندارم این همین نژاد ما قوم ما زبان ما لباس ما امش بهتر است از دگاه کرده و دیگر باید که زیر تسلط ما باشه این فاشیزم است آمده مسئله علیم تنویر که یک آدم نادان است و ای اتفاقا از کشور افغانستان است و ای در کلن که یک شهر بسیار زیبای آلمان است و یک کلیسای بسیار جالب هم در شهر است و شهر رفتیم در اوجه کدام سخنرانی داشت و ای در سخنرانی خود از گل محمد مومند یاد میکنه گل محمد مومند یک فاشیست از کشور افغانستان بود در دوران نادرخان علازت نادرخان ای ارزندام کرد و ای پالیسیای پشتونایزیشن افغانستان روی کار گرفت و در ایجا ایجا تنها گل محمد مومن مقصر نبود چون که نادرشا خوب بیره گوش کرین خورا برادر عزیز چون نادرشا به قوت مذهبیون و قومایی که در جاجی و منگل و اینا بودن پشتون اینا الازه تمانلار از پای انداختن و یک, یک, ازدواج نامشروع بین قوم و مذهب در افغانستان اتفاق افتید یا نکاح شد یک ازدواج یا نکاح نامشروع بین قوم و مذهب از نگاه انتروپولوژی افغانستان بر شما میگم قوم پشتون منگل و جاجی و اینا با مذهبیون افغانستان که دست یک جای کردن با کمک انگلیس یعنی یک مسلس گناه دگه قوم مذهب و انگلیس آلازت همونلا را از پای انداختن ایناله امی ازدواج قوم و مذهب در افغانستان سمت شد محمد گل مومن که یک یک چی بود؟ یک فاشیست از کشور افغانستان بود ای ام یک کتاب هم برش در بارش روشت کردن پشتون محمد گل مومن بابا استر پشتون محمد گل مومن بابا طولوان که سیدا گل غریبیار این کتاب و این دباره از یادم یکی یا ده نه همه پشتونا نه همه پشتون پشتونا پشتون بسیار مومن ما داریم در افغانستان مثل که در افته گذشته این بنده حقیر و فقیر و سراپا تقصیر مرحوم استاد سبادین کشککی را معرفی کرد پشتون بود اما پشتون فاشیست نبود که افغانستان تنها برای پشتونا بخواهد ای حلیم تنویر چی کرده؟ یک یادگانی بسیار کلان از محمد گل مومن کرده محمد گل مومن یک, شخصیت در دوران آرازت نادرشا بود که ای خواست که افغانستان پشتونیزه کنه یعنی کل چیز زیر دست قوم پشتون باشه و این کار بسیار موفقانه پیش رفت نصاب درسی به پشتو شد من فام باز قریجات و اینا در شمال افغانستان و غرب افغانستان و اینا نامایشان از از ازبکی و تاجیکی و اینا کشید و نامای پشتو ماند مثلا در میمنه یک جای برین نامش پشتون کوت است اون نام فیرستش هم مدارم همون فیرستش هم مدارم و دانشمندان ازبک و دانشمندان تاجک و اینا فیرست جایی که نامایشان تغییر خورده توسط محمد گل مومن مثلا سبزوار سبزوار همین جایی است که امروز مشهور است به نام شیندن اینه پشتو ساختن و می که تمام نصاب درسی افغانستان به پشتو شود کل گی باید پشتو باید بگرم ما حتی وقتی در افغانستان چند سال پیش در افغانستان بدهیم سر ما کورس های پشتو میگرفتن که ما باید پشتو بخوانیم و و بالاخره یک موافقت دیگر با 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 که را به چی کردن برای فارسی از بین برده باشن یک کلمه را از سعدی و فردوسی و هرچی که بود کشیدن به نام دری و این در قانون اساسی افغانستان یعنی همین پشتونایزیشن افغانستان یک, یک،, 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 یک فاجعه تاریخ افغانستان بود و این باعث بسیار افغانستان شد تا یکی از وزرای معارف افغانستان او پای خود پیش بند و او گفته که این که کلگی به پشتو درس بخونه ای, ای وضع معارف افغانستان رو خراب میکنه برزی که, برزی ناکام موند پروژه اما در دگر که مثلا القاب پوانتون دانشگاه چی موندن القاب دانشگاه رو کلش به پشتو موندن پوانتون گفتن نیفام زایشگار از زیجنتون گفتن و نیفام دوا فروشی در ملتون گفتن و امی زیشن بسیار شدید دوام پیدا کرد اما دایی مذهب یک نقش داشت مذهب چپ خوده گرفت مذهب خاموش موند مذهب نگفت که اقوام نظر به ناس قرآن اقوام فقط برای شناخت هم دیگر است نه که یک قوم برای یک قوم دیگر یک تسلط داشته باشه و این باعث یکی یک از باعث پسمانی های افغانستان امی شد و این که علیم تنویر نادان کلان و در بین افغان ها ما داریم از یک زیاد افغان که طالب را رو سپورت میکنن مثلا قیوم کوچای یا اسمایلیون ای اینا, اینا طالب را سپورت میکنن چرا؟ نه به خاطر اندیشه طالبا به خاطر به خاطر پشتون بودن طالبا آقای کرزی منعیس یک پشتون طالبا را از زندان ایلا کرد آقای احشاد غنی به خاطر اینا رو برادران خود گفته یا او دگیش برادران خود به خاطر پشتون بودنشون بود از این اشتباهات خورا برادرای عزیز در تمام کشورهای جهان اشتباهات شده ادمی امریکا سیاها تا سال 1960-63 حق رای دادن رو را را نداشتن حق زندگی رو نداشتن مثال این در خود امریکا یا مثلا در آلمان نظام هیتلری و اینا روی کار آمد و کسایی که نژاد نژاد سفید و آریایی نمی بود او را تبا تبا کردن یهودا را در دا داشا انداختن و من نزدیک مونشن که رفته بودم در نزدیک مونشن یک یک کانسانتریشن کمپ یهودا بود من رفتم او دیدم که داشا را دیدم که چطور دا داشا انسان ها را می سختندن. کشورهای جهان مردم جهان از نادانی بسیار کارا میکنن اما آل قرن قرن بیست است من چی میگم به یک یک افغان امریکایی من ایره میگم که ما باید که گذشتگان گذشته را فراموش کنیم در هر کشور از این بدبختی ها میشه اما کسایی که انوز باز از اشخاص مثل مومند و اینا طرفداری میکنن اینا باید که درست ای, 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 آزادی بیان نیست که شما برای تمام اقوام و مخصوصا قوم ازاره که امروز الحمدلله یکی از موفق ترین یکی از موفق ترین قوم افغانستان قوم ازاره است من در کنفرانس در استرالیا رفته بودم در اوجه من یعنی بر اول دفعه متوجه شدم اونجا یک کنفرانس کانفرانس از یکی دو تا از دخترای دخترای ازارا آمده بودن خودم معرفی کردن با ما و گپ زدم اینا شما پاسور ما مطالعه کردم در اروپا بسیار موفق هستند در آمریکا بسیار موفق هستند در خود افغانستان بسیار موفق هستند بلیزی که اتحاد مذهب و قوم ازارا را بسیار در افغانستان سرکوب کرده بود اما نمی دموکراسی بیناموس آمریکایی امریکایی که دوجه رفته این یک, یک راه رواز کرده برای اقوام که هیچ هیچ یک وقت چی نداشتن امید زندگی رو نداشتن یعنی مثل جنگ اومی دوم که یک جنگ بسیار خراب بود اما باز فراورد های مثبت هم داشت این دموکراسی بیناموسی که در افغانستان رفته این در های خرابی هایی که داره باز چیزهای بسیار خوبم داره که یک بحث سوسیولوژیک جامعه شناسی سیاسی دیگه است که باید که یک, یک برنامه بر شما از نگاه جامعه شناسی سیاسی تشریح کنیم اتنیست که یک چیز خراب که در یک جامعه اتفاق مفته جنگ میشه مثلا جنگ و می دوم او کلش بد است نه بسیار چیزهای خوب هم از پشت از براه. مثلا ملل برامد از جنگ دوم لذا یک برنامه سر از این موضوع می سازه. در آلمان کل افغان ها مظاهره کردن و خواستن که پنج هزار پنج هزار امضا را جمع کنن که علیم تنویر را به دادگاه بکشانن به خاطر افکار فاشیستی و افکار زد زن زن ستیزی و مخصوصا افکار زد قوم ازاره و بازم بر شما که گذشته گذشت در هر کشور اشتباهات میشه اما بیاین که منایس یک ملت منایس یک ملت ملک خدا آباد کنیم و او کسی که میگه که پشتونا اکثریت است اینا معلوم است که انوز هم افکار فاشیستی فاشیستی دارن مثل 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 محمد, محمد گل مومن یه شاید کتاب بسیار افغانا نخونده باشن افغانای حتی فارسی زبان این کتاب نخونده باشن استار پشتون محمد گل مومن بابا دیگه ما چیزی که میگم که از این گپا در کشورها میشه اما اشخاص مثل علیم تنویر و اینا اینا باید تقبی شوند اینا به دادگاه کششان، و هر کسی که در یکی از, از سالنامای که ای ایره هیچ درستش تبصره نشد در از سالنامه از سالنامه کلان سالان افغانستان در شمال کالیفرنیا قیوم کوشه به طرفداری محمد گل مومن یک مقاله نشه بود و او مقاله را بدون از که کسی که رو ادت میکنه و رئیس رئیس انجمن کلان و اینا ببینه او را چاپ کرده بودن که یه خیانت است یعنی 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 پروموت و, ازتون تکثیر از این اشخاص در یک جامعه که امروز ما از حقوق مدنی گپ میزنیم از آزادی بیان و کلام گپ میزنیم از آزادی اقوام و برابری اقوام برابری مذاهب مثل شیعه و سنی برابری مثل زن و مرد صحبت میکنیم نشت از این مقالات و پروموشن از این مقالات و از این اشخاص یک ای خیانت است درست نیست ای و ای باید که جلو از گرفته شود و و باید که ما مردم پشتون بسیار مومن داریم ما مردم پشتون بسیار متعهد داریم من گفتم یک شما در هفته گذاشتم معرفی کردم ما هیچ کنم تعصب در مقابل یک آدم و یک آدم متعهد به افغانستان واحد نداریم اما یک آدم که بیاید که تنها قوم ما چیز است این ماندار خلاف اساسات زندگی امروز است این بود برنامه امروز ما در تلویزیون جاني اميد 24 تا برنامه اينده شما را به خداوند يكريم مسپارم سبحان ربي كرب العزته و يسفون و سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين فاليد يونس تشكر